سرخط خبرها. آغاز سال نو زیر سایه کرونا، در بیمارستان‌ها سفره هفت سین چیده شد. صعود مرگ و میر جهانی بر اثر کرونا از مرز 10,000 نفر، 40 میلیون نفر هم در کالیفرنیا خانه نشین شدند. بلای جان مردم یا سپر دفاعی شبه نظامیان عراق، ترامپ میگوید به خاطر شیوع کرونا انتقام حمله های اخیر را از ایران نگرفت. و پیام های نوروزی از چهار گوشه جهان، آرزوی سالی بهتر در پایان سالی پرحادثه. سلام و با تبریک و شاد باش سال نو. سال نو در حالی در ایران آغاز شده که این ویروس همچنان، ویروس کرونا همچنان قربانی میگیرد. البته به گفته وزارت بهداشت، رشد بیماری ناشی از کرونا در 13 استانی که مردم در خانه ماندند و مسافر پذیرش نکردند کاهش یافته. سرپرست جمعیت هلال احمر گفته طی 3 روز گذشته 3 میلیون نفر از 13 استان درگیر این اپیدمی بودند و به سفر نوروزی نرفتند و 2400 نفر از آنها علائم ابتلا به کرونا داشتند. طبق آمار رسمی از دیروز در ایران بیش از 1200 مورد جدید ابتلا ثبت شده و نزدیک به 150 نفر از مبتلایان جان خود را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. 1000 نفر تو این زندان. تصاویری که خانواده یکی از زندانیان سیاسی گرفته. پدر و مادر آتنا دائمی، فعال مدنی، سال تحویل را در کنار دیوارهای زندان اوین بودند. نمیدونم بچه‌های ما الان تو چه وضعیتی هستن. آیا سالمن؟ آیا این ویروس کرونا به داخل زندان رفته؟ آتنا دائمی یکی از 10 زندانی سیاسی است که مقام‌های قوه قضاییه ایران به آنها مرخصی ندادند. قوه قضاییه هفته پیش از مرخصی به 85 هزار زندانی خبر داده بود. زندانیانی که بیشتر آنها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی پشت میله‌ها نبودند. تعداد زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی و اکثر فعالان محیط زیست و دو تابعیتی‌ها در میان زندانیانی که به مرخصی آمده‌اند نیستند. عبدالرضا کوهپایه، فعال محیط زیست و همچنین امیر نوری از دراویش گنابادی و چند نفر دیگر از این دراویش مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شدند. اینجا بیمارستان خورشید است در اصفهان. پرستاران بیمارستان در حال چیدن هفت سین هستند. پزشکان و پرستاران بیمارستان سینای تهران هم هفت سین چیدند. اینجا بیمارستان بوعیدی سینای قزوین است و اینها پرستاران این بیمارستان. پزشکان و پرستاران بیمارستان گلستان کرمانشاه هم سال تحویل را در کنار هم و در کنار سفره هفت سینشان گذراندند. اینجا بیمارستان میلاد لاهیجان، سفره هفت سین و تصویر نرجس خانعلی‌زاده، پرستار 25 ساله‌ای که جانش را بر اثر کرونا از دست داده. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تاکنون 19644 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این تعداد 1433 نفر جان خود را از دست دادند. 6745 نفر هم بهبود پیدا کردند. بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های بیمارستانی می‌گویند آمار واقعی مبتلایان بیشتر از آمار رسمی است. استان‌های تهران، قم، گیلان، اصفهان، البرز، مازندران و مرکزی بیشترین تعداد مبتلایان را دارند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود به قربانیان ویروس کرونا بعد از قاسم سلیمانی و همراهانش و دیگر جانباختگان سال گذشته اشاره کرد. و همچنین شهدای حادثه کرمان و شهدای حادثه هواپیما و شهدای سلامت، این کسانی که در راه خدمت به بیماران به درجه رفیع مرگ در راه خدا و شهادت در راه خدا رسیدند. آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود به همه کسانی که در سال گذشته کشته شدند اشاره کرد، به جز معترضان آبان 98 که با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. حکومت ایران بعد از گذشته چند ماه هنوز آمار کشته ها را اعلام نکرده. سال 99 گرچه آغازش همچنان سلامت مسئله اول ما هست.
حسن روحانی هم گفت سال 99 سال افتتاح طرح‌های بزرگ و سال رونق با کمک همه مردم در بخش اقتصاد و تحول در زندگی مردم و روابط اقتصادی ایران با جهان خواهد بود. آقای روحانی در حالی سال جدید را سال رونق اقتصادی نامیده که بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده. پروتکل‌هایی که در گیلان کار کردند، وزیر بهداشت گفته از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران خواستار قطع پروازهای مستقیم از چین شده. شرکت ماهان برخلاف دستور توقف پروازها به چین تا مدت‌ها به شهرهای مختلف این کشور پرواز داشت. در پاسخ به انتقادها شرکت ماهان گفته این پروازها برای جابجا کردن بار بوده، اما وبسایت فلایت رادار 24 که پروازهای بین‌المللی را رصد می‌کند گفته همه پروازها با هواپیماهای مسافربری انجام شده. سال نو در حالی آغاز شده که سایه ترس از همه‌گیری ویروس کرونا زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار داده. آنچه در این میان باقی است اما هنوز امید است. فرین عاصمی، بی بی سی. مرداد سید عسکری روزنامه‌نگار اقتصادی از اسلو با ما هستن تا در مورد صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای صحبت کنیم. آقای خامنه‌ای سال 98 رو گفتن سال جهش تولید بوده. این جهش تولید بر چه اساسی، بر چه داده‌هایی و چطور تعبیر میشه؟ ببینید، سخنرانی شخص اول نظام جمهوری اسلامی متنش مبتنی بر ارائه داده‌هایی هست که بر ما مشخص نیست، اما واقعیت و روح قضیه به ما نشان میده که مشکل اصلی کشور رو مشکل تولید کشور و مشکلات اقتصادی کشور میدونند. ما اگر کلمه شماری بکنیم تعداد کلماتی که در این سخنرانی به کار رفته، نشان دهنده این هست که مشکل اصلی کشور مشکل اقتصادی و مشکل تولید هست. اما در اینکه چگونه بخواهد اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه ما داده‌هایی نداریم و هیچ افقی هم چه در کوتاه مدت و چه در میان مدت ما در این خصوص نمی‌بینیم، سخن واضح و شفافی رو نمی‌خواهیم ببینیم. شاید در برخی نقاط برخی خدمات شما عرض کنم بهبودها حاصل بشه، اما در کلیت قضیه به واقع باید گفت که هیچ نکته مثبتی نه در این سخنرانی دیده میشه نه در برنامه‌هایی که دیگر اجزای نظام در این خصوص سخن می‌گن. آقای سید عسکری، الان گفته میشه که چالش اصلی که پیش روی حکومت ایران خواهد بود در این سال چالش اقتصادی خواهد بود. این رو چطور دولت میتونه از عهده‌اش بر بیاد؟ به سختی، چون ببینید الان دولت جمهوری اسلامی نهایت فشار رو گذاشته تا با استفاده یا با سوء استفاده از مباحث کرونا، خدمت شما عرض بکنم که تحریم ها رو خدمت شما عرض بکنم که منافذش رو بازتر بکنیم. و خدمت شما عرض کنم تا الان کشور تحریم گذار هم در این خصوص هیچ گونه افق مثبت عملیاتی را از خودش نشون نداده و حواله داده به منافذی که کماکان باز هست. این قضیه ادامه دار خواهد بود. در دیگر بخش‌های تولیدی شاید سیستم بانکی و سیستم‌های اعتباری رو از طریق فروش اموال مازاد دولت خصوصی سازی و اینها خدمت شما عرض بکنم رهاسازی بکنن و پولش رو بیارن در بخش تولید. آن چیزی رو که ما در روی صحنه می‌بینیم، با توجه به اینکه از پشت صحنه هم خیلی ما اطلاعات شفافی نداریم، اینجوری می‌تونیم برآورد بکنیم. و فکر می‌کنید که بیش از همه باز دوباره فشار قرار هست که به مردم بیاد امسال؟ ببینید، ماهیت قضیه این هست که نظام جمهوری اسلامی اولویت خودش رو طبقه ای رو قرار داده که نیروهای اصلی نظام هستن و سرسپردگان به سیستم هستن و مابقی رو رها کرده، چون میدونه مابقی که رها شدن خودشون از طریق سیستم های خود کنترلی به داد خودشون میرسن و خودشون یک راه حلی رو پیدا میکنن. نظام جمهوری اسلامی برای اون درصدی که به واقع معتقد به آرمان های اون هستن برنامه ریزی. متشکرم از شما مهرداد سید عسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از اسلو نروژ با ما. باید اینجا اشاره بکنم که در ابتدای خبر اشتباهی صورت گرفته که من بعد این رو الان تصحیح بکنم. سرپرست جمعیت هلال احمر ایران گفته که طی 3 روز گذشته 3 میلیون نفر از 13 استان درگیر اپیدمی کرونا به سفر نوروزی رفتند و 2400 نفر از اونها علائم ابتلا به کرونا رو داشتند. این 3 میلیون نفری هستند که از 13 استان درگیر رفتند و گفته شده استانهایی که سفرها رو کاهش دادن و پذیرش نکردن مهمانان نوروزی رو در اونها کاهش پیدا کرده علائم ابتلا به کرونا.
اولین روز بهار سال 99 به روزی تبدیل شد که شماره قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 10,000 نفر عبور کرد. همچنین موارد تایید شده ابتلا به بیماری کووید 19 از 250,000 نفر گذشت. 6 کشور اروپایی در فهرست 10 کشوری هستند که بیشترین آمار مبتلایان به کرونا را دارند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. نخستین روز بهار پای برج ایفل این شکلی است. یکی از محبوب ترین جاذبه های توریستی اروپا حالا میدان تک و توک دونده هایی است که به رغم قرنطینه و سختگیری دولت فرانسه قید ورزش را نزدند. در حال حاضر فرانسه با حدود 11,000 مورد ویروس کرونا و بیش از 320 قربانی بعد از ایتالیا، اسپانیا و آلمان از اصلی ترین مراکز شیوع کرونا در اروپا است. به رغم این آمار و افزایش روزافزون شمار مبتلایان به کووید 19 در فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور معتقد است که راهی طولانی برای غلبه بر بیماری در پیش است. همانطور که در ابتدای هفته به مردم فرانسه گفتم، ما در آغاز این بحران هستیم. اقداماتی برای مهار موج اول انجام دادیم. این مسابقه با ویروس است، ولی ما هنوز اول راهیم و باید فعالیت گسترده ای انجام بدهیم. اینجا هم فرودگاه بارسلون است در اسپانیا. این کسانی که سفید پوش در حال ضد عفونی کردن فرودگاه هستند، پرسنل نظامی ارتشند که به دلیل وخامت اوضاع به کمک وضعیت اضطراری کشورشان آمدند. تعداد مبتلایان اسپانیا نزدیک به 20,000 نفر است و تاکنون در اینجا نیز بیش از 1,000 نفر جان دادند. اسپانیا بعد از ایران، ایتالیا و چین چهارمین کشور جهان است که با شیوع گسترده کرونا روبرو شده. در ایتالیا تمامی ایستگاه‌های رادیویی در سراسر کشور در ساعت 11 صبح و در اقدامی هماهنگ سرود ملی پخش کردند. این کشور در حال حاضر و بر اساس آمار رسمی مرگبارترین منطقه جهان از نظر تلفات ویروس کرونا است. اگرچه بعضی آمارهای کشورهایی مانند چین و ایران را زیر سوال می‌برند، اما به هر حال بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی شمار قربانیان کرونا در ایتالیا از چین هم بیشتر شده، 3400 کشته و بیش از 41,000 مبتلا. احساس میکنم در یه دنیای دیگه هستیم. نمیدونم، احساس خیلی بدیه. امیدوارم هرچی زودتر تموم شه، چون اصلا وضعیت خوبی نیست. بحران کرونا اگرچه از چین آغاز شد، اما خیلی زود به سراسر کره زمین سرایت کرد و حالا دیگر در خارج از مرزهای چین به ویژه در اروپا به بحرانی بزرگ تبدیل شده. در مناطقی که هنوز این بیماری چندان شیوع پیدا نکرده هم نگرانی گسترده‌ای شکل گرفته. اینجا در تایلند یک کافی شاپ محلی از وحشت شیوع کرونا به چنین ابتکاری دست زده، کشوری که در آن حدود 300 نفر مبتلا شدند و هیچ قربانی هم گزارش نشده. یا جمهوری چک که در تصمیمی نادر داشتن ماسک را برای همه شهروندان الزامی کرده. در اینجا هم با وجود ابتلای حدود 770 نفر هنوز کسی به دلیل کرونا کشته نشده. و در عربستان که ملک سلمان پادشاه این کشور در اقدامی کم سابقه این چنین برای مردمش پیام فرستاد. ما در دورانی دشوار از تاریخ جهان به سر میبریم، اما مطمئنیم که این دوران به رغم بیرحمی و تلخی و دشواری‌هایش سپری خواهد شد. با همه این خبرها، آنچه که در روز اول فروردین سال 99 همچنان رنگ و رویی از امید و روزها و ماهایی بهتر در پیش رو دارد، این آتش نمادین است که در توکیو روشن شد. مشعل المپیک سال 2020 که به ژاپن رسید و در روزگاری که همچنان برگزاری این رقابت بزرگ با ابهاماتی روبروست، بارقه نور امیدی باقی ماند برای روزی که کرونا خاطره شود و زندگی به روال عادی بازگردد، که دست کم در نگاه ژاپنی ها دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. کیوان حسینی، بی بی سی. وین اتریش هم یکی از شهرهای اروپایی است که تحت تاثیر کرونا به تعطیلی کشیده شده. رضا، یکی از شهروندانی که در وین زندگی میکنن با ما هستن، بیشتر به ما بگید از فضا و شرایط در وین. درود به همه
هموطنان و همزبانان خودم و تبریک این عید باستانی. اینجا هم مثل همه شهرها و همه نقاط دنیا که با این مشکل مواجه هستن، ما هم تقریبا یک ماهی هست که اینجا این ویروس رو داریم و تقریبا بله بفرمایید آقای رضا، بله، ما صداتون رو بله. میشنویم. تقریبا یک هفته پیش مدرسه ها رو تعطیل کردن و مرتب اطلاع رسانی میکنن و فقط کسایی که کار ضروری دارن برای خرید اجازه دارن بیان بیرون. البته من خودم شخصا چون که کارم یه قسمت از کار پست هست، ما فعالیتمون رو داریم، ولی با برگه مجوزی که پلیس به ما داده، برگه تردد، میتونیم بالاخره توی سطح شهر جا به جای انجام بدیم. و خب از نظر این جوی که خب این ویروس ایجاد کرده توی این شهر وین و هم کشور اتریش، اولش خیلی جدی نمیگرفتن مردم، ولی به مرور با اطلاع رسانی که شد و اخطارهایی که داده شد و در اواخر حتی جریمه هایی رو که اعمال کردن و گفتن که اگر کسی بیدلیل خارج شه یا توی مکانهای عمومی ظاهر بشه، جریمه های خیلی سنگین داره، و این باعث شد که مردم کمتر بیرون بیان. و خب جشنای نوروزی که قرار بود ما داشته باشیم هم تحت تاثیر قرار گرفت، همگی کنسل شدن، تمام مکانهای عمومی، مکانهای مذهبی، اداره ها همه کنسل شدن. شما گفتید که همچنان کار میکنید برای اینکه برای پست فعالیت دارید. الان فعالیت شما به چه شکلی هست و در چه مثلا چه کارهایی میکنید در طول یک روز؟ من شغل آزاد دارم و یه بخشی از جابجایی مثلا بسته های پستی و اینا رو انجام میدیم، و به این شکل که خب از ما خواستن که حتما یه چارچوبی رو برای ما مشخص کردن، باید به این شکل دستکش بپوشید، رعایت کنید. دستگاهی رو که مثلا ما بسته ها رو تحویل میدادیم اون مشتری ها امضا میکردن، گفتن دیگه نیاز نیست، فاصله ها رو حفظ کنید، و طبق پلاک ماشینمون، اسممون، به ما برگه تردد دادن که با اون اجازه داریم که ما در سطح شهر کار کنیم. و اینه که خب به طب خیلی کار کمتر شده، یه بخشی از کار کمتر شده، یه بخشی بیشتر شده. بیشتر اون بخشی که چون که اکثر فروش، یعنی تقریبا تمام فروشگاه به جز فروشگاه مواد غذایی، بانک ها و پست که فعال هستن، تمام فروشگاه های لباس و تمام فروشگاه های دیگه تعطیل شدن و فقط سفارش های آنلاین رو قبول میکنن. و چون که مردم بله خواهش. خیلی ممنونم از شما رضا از وین با ما. خواهش. دولت دونالد ترامپ در پیامی به مقام‌های ایران گفته انتظار کاهش تحریم‌ها در میان بحران کرونا را نداشته باشند. در روزهای اخیر بعضی از جمله چین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران شده بودند. در همین حال شبکه تلویزیونی NBC می‌گوید آقای ترامپ در روزهای اخیر به دلیل گرفتار بودن ایران با بحران کرونا تصمیم گرفت به حملات شبه نظامیان عراقی طرفدار ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق واکنش نشان ندهد. همکارم بهمن کلباسی این موضوع رو دنبال کرده از نیویورک با ماست. بهمن، به نظر میرسه که این روزها سران کشورهای مختلف سعی دارند که به نوعی حس همبستگی رو بدن و اینکه فرق میکنه این شرایط با شرایط عادی، ولی صحبت‌های آقای ترامپ در مورد ایران این رو به ذهن متبادر نمیکنه. مشخص است که یه مقداری فشار از سوی نه فقط چین بلکه کشورهای دیگه از جمله متحدین اروپایی و آمریکا افزایش پیدا کرده بوده و دست کم یه گفتگوهایی در جریان بوده برای اینکه متقاعد کنن دولت آمریکا رو که در چنین شرایطی یه مقداری تحریم ها رو کاهش بدند، یا اینکه فراهم کنن فضای اینکه کمک های بین المللی به ایران فرستاده بشه بدون دردسر، یا اینکه همزمان گزارشی هم در شبکه روزنامه گاردین بود که مقام های بریتانیایی همین موضوع رو به آمریکا منتقل کردن. ولی برایند این فشارها به نظر میاد یا لابی ها به نظر میاد این بوده است که دولت آمریکا تصمیم گرفته نه بگوید و واکنشی که نشون داده
همین است که ما آماده ایم که مستقیما اگر کمک پزشکی بخواد ایران براش بفرستیم، که البته ایران بلافاصله رد کرده، ولی فراتر از اون مشخص است که طرف ایرانی میگوید اگر هم آمریکا میخواد کمکی بکند باید همین کاهش تحریم ها باشه. و صحبت هایی که وزیر خارجه ایران کرد در اون ویدیوی نوروزیش این رو مشخص میکنه که اونها سعی میکنن جامعه بین المللی رو بسیج بکنن برای اینکه به آمریکا یا فشار بیارن که این تحریم ها رو کاهش بدن، یا خودشون سر باز بزنن از کمک هایی که از فشار هایی که این تحریم ها به وجود آورده. ولی همزمان میدونیم که آقای ترامپ حالا بر اساس این گزارش NBC تصمیم گرفته بوده که با اینکه گزینه های برخورد شدیدتر نظامی روی میزش بوده اونها رو انتخاب نکنه، به خاطر اینکه معتقد این در این شرایط بحران کرونا ظاهر خوبی نداره که آمریکا درگیر یک برخورد شدید نظامی با ایران بشه. در مجموع به نظر میاد که همه این شرایط منجر به این شده که در عینی که آمریکا تحریم ها رو کاهش نده، ولی از سوی دیگر هم حاضر نباشه که آقای ترامپ دست کم حاضر نباشه که درگیری جدیدتری ایجاد بکنه در واکنش به حملات به پایگاه عراقی. و این هم مثلا مطرحه که ایران از صندوق بین‌المللی پول اون تقاضای وام رو کرده و حدس و گمان‌های وجود داره که دولت آقای ترامپ سعی خواهد کرد جلوی دادن اون وام به ایران گرفته بشه، ولی هنوز موضع رسمی ما نگرفتیم از دولت آمریکا که در برابر تقاضای اون وام در صندوق بین‌المللی پول چه واکنششون خواهند داد. متشکرم. ممنونم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. در افغانستان مراسم برافراشتن پرچم در روضه سخی در مزار شریف برای اولین بار شب هنگام برگزار شد، نشانه ای از تاثیر کرونا بر تجلیل از نوروز در افغانستان. در کابل هم امروز مراسم سالانه نوروزی از جمله جشن دهقان برگزار نشد. بسیاری از مناطق تفریحی جنب و جوش سالهای گذشته را نداشت، اما شماری از مردم راهی بیرون از شهر و دشت و کوه شدند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. استقبال این دو نوازنده دورگرد از نوروز مثل همیشه است. استقبال مردم از آنها اما نه مثل همیشه. همیشه یاد روید میکنم بلوی چگل هستی مبروید میکنم. هر جا رفتند برخلاف گذشته جمعیت سالهای قبل دورهشان نکرده. پای کرونا در میان است. این هم حال و هوای تخت سفر هرات. شماری از مردم دامن طبیعت را ترجیح دادند و اینجا نیامدند. امسال از این جنب و جوش در روضه شریف، مزار شریف خبری نیست. 1398 خورشیدی. کرونا دروازه های روضه را بسته. مشهورترین بخش مراسم تجلیل از نوروز برافراشتن جهنده پرچم شب گذشته بود، با جمعیت بسیار اندک. از به هدایت مقامات ریاست جمهوری و مقامات زیرسلاح ولایت بلخ به خاطر از اینکه از اجتماعات جلوگیری شود، ما هم کار از طرف شب برافراشته ساختیم. حلول سال نو برای کلگیتان مبارک. امیدوار هستم تا دو هفته بعد، سه هفته بعدی که این ویروس تحت کنترل در این ولایت می آید، ما بتانیم که اجتماعات زیاد مردم در اینجا داشته باشیم. مزار شریف، پایتخت نوروزی افغانستان، سالها میزبان هزاران نفر از ولایت‌های دور و نزدیک بود. امسال اما تعداد آنها بسیار کم است. آنهایی هم که آمدند، در را بسته دیدند. ما از ولایت کابل آمدیم، خواست به زیارت آمدیم. ما میخواستیم که زیارت کنیم، این رقم زیارت هم بند است، این رقم گفت شد. این درد میامده اگه باشه که میاد دیگه در بنده، شیرا نمیاد. این وقت جگرخون هستیم که در زیارت دیگه باند است، دیگه خاطر زیارت آمده میگه. روز اول سال نو. به سمت تپه های غرب کابل، ساده ترین و از معدود ترین مناطق تفریحی شهر. کابل افغانستان، مردم اصلا در فکر کرونا مرونا نیستن.
جمعیت اینجا هم مثل سالهای گذشته نیست. ترس از کرونا اینجا هم بخواهی نخواهی هست. ما سعی کردیم از تجمعات دور باشیم، رستوران نرفتیم، کافه نرفتیم و در خیابان‌ها یا در خانه‌هایی که تجمع باشه اومدیم. کو البته مجهز هم هستیم. رقم تازه افراد مبتلا به کرونا در افغانستان 24 است. جواب آزمایش 366 نفر دیگر منفی بوده. دولت تمام مراسم و گرد همایی ها را تعطیل کرده. مکاتب و دانشگاه ها هم با یک ماه تأخیر باز می شوند. خبر خوش این که تاکنون مرگ هیچ کسی به دلیل ابتلا به کرونا گزارش نشده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. ایرانیان بسیاری در سراسر جهان نوروز رو جشن گرفتن، جشنهایی که غالبا شخصی و بدون مهمانی های همیشگی بوده. پیام های نوروزی چهره های سرشناس هم امسال تحت تاثیر کرونا و شیوعش بوده. علی همدانی گزارش میده. نوروز همینی نیست که هست. بسیاری امسال همین را میگویند، از جمله شاهمایه هنر ایران گوگوش در پیام نوروزیش. نوروز امسال رو به یاد تمام عزیزان از دست رفته جشن نمیگیرم، بلکه برای نگه داشته این سنت دیرین حفظ ظاهر میکنم. به یاد اونایی که امسال جای عزیزانشون رو خالی میبینن و تو تنهایی هفت‌سینشون رو میچینن. اثر آنچه در سال 98 بر ایران گذشت در پیام‌های نوروزی چهره‌های سیاسی همسایه افکنده. دوری پر بحران برای ایران. شاهزاده رضا پهلوی ولیعت پیشین ایران گفت به یاد جانباختگان حوادث متعدد سال گذشته امسال نوروزی ندارد. رضا پهلوی در این پیام گفت که روز ایران زمانی نو می شود که به گفته او انگلی که به جان مردم ایران افتاده ریشه کن شود. سال 98 برای بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی همان شب سیاهی است که باید تغییر آن به روزهای روشن را امید داشت. با هم میهنان عزیزم هم درد هستم. به خانواده هایی که عزیزانشان را از دست دادند صمیمانه تسلیت میگویم. در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سپید است. در میان رهبران خارجی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در اوج بحران شیوع کرونا در آمریکا برای ایرانیان در سراسر جهان پیام نوروزی فرستاده. در کانادا هم جاستین ترودو نخست وزیر این کشور فرارسیدن نوروز را از جمله به ایرانی ها، افغان ها و بهائی ها تبریک گفته. او هم با یادآوری جهانگیری کرونا از ایرانی کانادایی ها خواسته دید و بازدید نوروزی نکنند و شاید حتی دست جمعی پای هفت‌سین ننشینند. سال نو مبارک. نوروز مبارک. و این پیام ویدیویی از وزارت خارجه اسرائیل. نوروزتون مبارک باشه با خوبی و خوشی و صلح و صفا. شهروندان سرزمین‌های نوروزستان از تاجیکستان گرفته تا افغانستان، ایرانی‌های سراسر جهان، آذری‌ها و کردها، هر جای جهان که بودند، امسال کمتر از این مهمانی‌ها داشتند یا اصلاً نداشتند. در لندن هم از این مهمانی‌های نوروزی خبری نبود. امسال نوروز آمد با کرونا، بی حاجی فیروز. مهم این است که آمد با فرصتی برای مرور خاطراتی مانند این و رقصایی که برای آینده ذخیره و جمع می شوند. علی همدانی، بی بی سی. و البته باید اضافه کنم که کرونا خواهد رفت و نوروز خواهد ماند. سال نو رو به همراه همه همکارانم باز هم بهتون تبریک میگم. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.